درود میفرسم به همه همیهنان همی گرامی در سر تا عرصه پهناور یک موضوع بسیار بسیار مهم رو امروز میخوام با شما مطرح بکنم سپاسگزار میشم که تا به انتها گوش کنید با تعمل گوش کنید و برای دوستانتون اطرافیانتونم بفرستید این صدا این فایل آوایی و یا این وایس رو روی کانال تلگرامی جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی دارم این وایس رو میگذارم اما به دلیل اینکه میدونم این می وایس پخش خواهد شد و فراتر از این موضوع خواهد رفت این کانال خواهد رفت یک معرفی کوتاهی از خودم از جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی میکنم که یک بستری فراهم بشه برای ادامه سخن و همچنین آدرس تارنما یا سایت جنبش رو برای شما میگذارم که <applause> اگر تمایل داشتید میتونید به وسیله این آدرس جنبش رو پیدا کنید خروجی های متفاوت جنبش در فضای مجازی در توییتر، در فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و همه اینها رو میتونید به دست بیارید و خصوصا مقالات ما و کتابی که حالا صحبت خواهیم کرد و دیگر مسائل رو میتونید از اونجا در واقع در پیوند باشید با جنبش آدرس تارنما یا سایت ما www.cw slash iircf.com تکرار میکنم iircf.com یعنی ایرانیان رونسانس چیلدرن آف فردوسی جنبش رونسانس ایرانی فرزندان فردوسی به هر روی من رضا مهربانی هستم سردربیر کارگروه های جنبش رونسانس ایرانی فرزندان فردوسی همچنین مدیر همه اش جنبش از سال 2014 آغاز به کار کردش در واقع هدف جنبش رشد و فراگیری فرهنگ ایران شهری گفتمان ایرانگرایی و میهم بود و هست و خواهد بود که در این راستا خب عملکردهای مناسبی هم داشته و دیگر هدف جنبش گسترش نافرمانی های مدنی و مبارزات بدن خشونت بود و خب در این راستا دکتر امیر فسیحی سردبیر جنبش در, در سال 2010 کتابی رو بیرون دادن به نام ایران نوروز رولوشن انقلاب نوروز ایران و در اون کتاب در واقع راهکارهای نافرمانی مدنی و مبارزات بدن خشونت رو برای جامعه و فرهنگ ایرانی و برای این هنگامی که درش به سر میبریم و نوشتن و توضیح دادن من خودم مقالات بسیار زیادی نوشتم در این راستا که میتونید روی تارنمای جنبش پیدا کنید همچنین یک برنامه بسیار مفصل 6 ساعته روی یوتیوب جنبش هست به نام گفتمانی شنیدنی درباره نافرمانی های مدنی و مبارزات بدن خشونت روش ها راهکارها و خیلی از مسائل و خب سالها تلاش کردیم ابزار اینا فرمانی مدنی رو ما جشنهای ملی معرفی کردیم در سال 2014 در این کتاب انقلاب نوروز میتونید شما بخونید روی تارنمای جنبش پی رو میتونید پیدا کنید بخونید و این جشنهای ملی هم اگر خاطرتون باشه هم سالهای 2014 و 15 بسیار بسیار فراگیر شد هر ماه یک جشن ملی مناسبت های ملی تا رسید به خیزش پاسارگاد 1394 خورشیدی که اونجا معرف همگان میهن هم پرستان هست فریاد جاوی و بسیاری از مسائل اون خیزش های ملی و میهنگرایانه می ایرانگرایانه ما ایران ایران شاهدش دیدیم در سرتاسر سر ایران سال 96 98 1400 و, و حتی تا به امروز به هر روی سخن اینجا هستش که اینها رو توضیح دادم یک بستری باشه که بدونید زمانی که ما صحبت از خشونت عدم خشونت نافرمانی مدنی میکنیم ما خودمون جنبشی هستیم کسانی هستیم من خودم کسی هستم که در این راستا قلم زدم برنامه گذاشتم نوشتم حالا عزیزانی که من رو میشناسن میدونن درباره چه سخن میگم همیهنانی که من رو نمیشناسن میتونن در خروجی های جنبش برنامه های من در یوتیوب جنبش و مقالات من رو در تارنمای جنبش بخونن و همچنین کتاب دکتر فسیحی و خیلی از مسائل دیگه ارتباطاتی که مثلا ما با اون انجمن جهانی نافرمانی مدنی جین شارپ داریم و اصولا میخوام این چنین بگم که بحث نافرمانی های مدنی و مبارزه بدون خشونت ما جزو تئوریزین های این موضوع هستیم به سبک ایرانی برای ایران برای مردم ایران و برای این هنگامه و اون ابداع ابتکاری این موضوع هم در کتاب انقلاب نوروز عنوان شده میتونید بخونید که اون همون جشن های ملی هست که هم تاریخ و فرهنگ رو ایرانیان رو بهشون دوباره یادآوری میکنیم بازشناسی میکنیم و هم اون قوت قلبی هست برای حضور برای گرد همایی و بسیاری از مسائل حالا باز میگردم امروز اینا همه بستر بود گرامیان امروز موضوع چیست و این رو برای چی دارم عنوان میکنم چون پرسش های زیادی مطرح شده از خود من هم خواستن عزیزانی و خب در فضای مجازی هم میبینم شاید یه سری صحبت ها هستم که این بحثی که الان این اتفاقی که الان راه افتاده خصوصا در خارج از ایران که این مزدورا این وحوش آخوندی رو در خارج از ایران مردم میگیرنشون و میزننشون به قصد کشت میزننشون و در ایران هم البته همچنین همیهنان ما وقتی که این وحوش آخوندی رو که اومدن تو خیابون مردم رو ضرب و کنن سرکوب کنن اینا رو میگیرن میزنن له و لبرده پاره میکنن در رابطه با این موضوع اه 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 یه سری صحبت ها شده حالا عمده ای این صحبت ها من نمیخوام انگ و تهمتی واقعیت به کسی بزنم چون اصولاً سرویس های امنیتی میان یعنی یک جوی رو درست میکنن با یه سری جست های خاص و خب یه سری مردم هم به قول معروف گفتن چون اصولا مردم ایرانی یه مقداری در رحم هستن وارد این دام میشن وارد این بازی میشن و همون اون صحبت ها رو تکرار میکنن یکی از اون صحبت هایی که الان باب شده آی ما نباید خشونت کنیم آی اگر بخوایم خشونت کنیم فردا چه میشود آی اینایی که خشونت میکنن فردا میخوان چیکار کنن و از این چنین یابه ها یا اینکه آی در خارج از ایران شما میرید این سفارت ها رو تسخیر میکنید خشونت هستش خارجی ها چی فکر میکنن سیاست های خارجی چه گمان میبرن اونها نظرشون چه خواهد بود در رابطه با این اتفاقاتی که در ایران میفته و این چنین سخنان که خب وقتی نیک بنگرید به صورت ریشه ای میبینید که محتوای خاصی نداره یعنی شما الان امروز سیاست های جهان رو نگاه میکنید سلبریتی های جهان مردم ایران و مردمانی براو مردمانی شجاع دلیر قابل احترام ازشون یاد میکنن حتی در خارج از ایران که میرن سفارت ها رو تسخیر کنن در پاریس مثلا رفتن سفارت تصحیح کنن که البته پلیسا قو وظیفهشون هست اونجا البته از سفارت محافظت بکنن روی بسل دیپلوماسی جهانی اومدن درگیری شد گاز اشکاور گلوله شلی در, در لندن این درگیری اتفاق افتاد به هر روی مرکز مرکز اسلامی لندن همین لونه کسافت جاسوسی این جمهوری اهریمنی و این جمهوری زحاکی و اسلام اهریمنی رفتن اون بالا بالای پشت بامش روی اون گنبد یک پرچم شیر خورشید رو برافراشتن اینا همه نشونه های پیروزی هست یه عده حالا را افته این نمیدونم انعکاسش اینطوری پژواکش اینطوری نه عزیزان اصلا اصلا این نگران این صحبت ها نباشید حالا عنوان میکنم دارم یک بستری هم میسازم که به چه دلیل اصلا دارم این صحبت رو عنوان میکنم این وایس رو دارم در واقع انجام میدم دلیلش این هستش که یه عده را خصوصا میگم اینا فریب خوردار کاری ندارم ولی اتفاقش افتاده سیستم های امنیتی شروع کردن این موضوع رو خونسا بکنن یعنی خشم مردم رو منحرف بکنن برای اینکه از خودشون وحشت دارن از مزدورانی که در جای جای کشور... کشورهای متفاوت گذاشتن که اینا لانه هاشون هم همون سفارت ها هستش و همچنین در درون ایران مزدورانشون وحوششون از این وحشت دارن چون مردم اینها رو به قصد کشت دارن میزنن تکه پاره بکنن دقت فرمودی و میخوان این موضوع این خشم رو این خشم ورجاوند رو میخوان خونسا بکنن و چجوری بشه اینطوری بشه که مردم عقب نشینی بکنن ببینید گرامیان ما در یک میدان نبرد هستیم ما امروز در رزمگاه تاریخ هزاره هامون هستیم ما امروز در یک رزمگاهی هستیم که برابر ما دیوان و ددان و دروغان اهریمن و لشکر زحاکیان ایستاده و بیرحمانه این مردم رو داره قتل عام میکنه بیرحمانه داره این مردم رو میزنه همه این پدر سوخته ها چنین هستند در داخل ایران و در خارج از ایران بنابراین این باز پسگیری میهن از اشغال این به این سادگی نیست با قربونت برم و فداد بشم نیست مبارزه بدون خشونت نافرمانی مدنی مال قبلتر بود مال پیشتر بود که مردم جمع بشن اعتماد به نفس پیدا کنن یک محور مشترکی پیدا بکنن به یک جایگاه و به یک خواست در واقع همگانی واحد تکی برسن و در راستای اون خواست قدم بردارن جانفشانی بکنن برزمن برای گیری کشور دقت فرمودید طرف مقابل شما هم لشکریان سیاهی هستن طرف مقابل شما چه میدونم قربونت برم فداد بشم که نیست که بیا عزیز دلم با هم دیگه کنار بیایم حالا دیگه امروز تو برو سندلی های قدرت رو خالی کن دیگه بسته دیگه چل سال دزدیدی اقارت کردی نابود کردی شکنجه کردی کشتی حالا بیا برو نه اینطوری نیست و امروز یک نبرد آغاز شده ما حتی در اون زمانی که ما از نافرمانی های مدنی و مبارزات بدن صحبت می کردیم این پیش رو کردیم یعنی چی یعنی که جامعه به جایی خواهد رسید که در نهایت ما یک درگیری خواهیم داشت درگیری به اوج میرسه مردم می از خودشون محافظت کنن اون چیزی که به عنوان پدافند مشروع معروف شد و پادشاه ایران رضا پهلوی دادمه ایشون هم اومد با اون مصاحبه ای که با اون رادیو الان نامش رو یادم رفتش قائم مقامی انجام داد روان شاد قائم مقامی در گذشت با ایشون انجام داد در مصاحبه عنوان کردن که آقا دفاع از خودت یک حق مشروع هست این دفاع مقدس است این پدافندی است ورجاوند همه جاندارا میبایست اصلا این یک چیز موضوع طبیعی هست که جانداران از خودشون پدافند میکنن دقت فرمودی؟ ایشون هم این موضوع رو عنوان کرده حالا ما در همون زمانی که از نافرمانی مدنی سخن میگفتیم این نقطه صفر یا این نقطه جوش این نقطه جوش اجتماعی که دیگه آب یعنی اون قطره ای که آب رو لبریز میکنه و اون قطره رو ایزدبانوی بانوی ایران زمین دخت آریایی ژینا یا محسا با خون پاک و مقدس و ورجاوندش این همبستگی این همازوری این به وجود آورد اون قطره ای که این صبر و لبریز می کردم افتاد با قطره خونی از جینا دخت آریایی ایران زمین به راستی که او چهره از ایزدان دارد همان ایزدان نامیرا این مهربانو عاملی شد برای همبستگی و خروش و امروز مردم در یک میدان جنگ و نبرد به سر میبرن یعنی چی خشونت نکنید زشت تفخیس نمیدونم سرما بخوری برو کنار من بیام قربونت برم این یاوه ها چیه؟ آی جهان چی فکر میکنه؟ گور پدر اون جهانی که چهل و سه سال همین آخونده همین جهان قرب این آخونده ها رو آور حقنه کرد به کشور ما و این بدبختی رو فلاکت رو سر ما آورد حالا ما بخواد بشین ببینیم اون جهان چی میخواد فکر کنه؟ همین الانی که مردم تو خیابون ها هستن میگن مرگ بر جمهوری اسلامی میگن رزاشا روحت شاد همین جهان داره با رئیسی معامله میکنه بردنش سازمان ملل براش فرش قرمز هم گذاشتن کلی کادو قربونت برم و پسته چه میدونم آجیل و شیرینی براش آوردن کلی کادو بارش کردن و گفتم بفرما هل کشونم فرستادنش همین جهان غرب این مکرون پدر سخته فرش قرمز تو برای فرانسه براش پرد کرده بعد ما بشینیم ببینیم جهان میخواد به ما درباره ما میخواد چی فکر کنه گور پدر این جهان گور پدر اون دموکراسی و حقوق بشر نکبتشون که بخوان درباره مردم اینا چی قضاوت کنن یا نکنن که ما خشونت بکنیم یا نکنیم که این وحوش آخوندی رو دست اون بهش میرسه کارش نداشته باشیم چهل و سه سال ما رو کشتن قارت کردن آواره در بدر دنیامون کردن هیچکی نیمت بگه آقا خشونت نکنید با مردم حالا که مردم شجاعت پیدا کردن این ایزدبانو بانو روح اهورایی دمیده شد در کالبد تک تک مردم ایران و اینها به پا خواستن قهرمانانه پهلوانانه شجاعانه سینه سپر میکنن جلوی گلوله فریاد آزادی سر میدن ما بیایم بعد یه عده نشستن آی این کارو بکن اون کارو نکن آی خشونت اخ توفه نه خیلی خبرها نیست من همینجا رضا مهربانی عنوان میکنم کسی که خودش قلم زده برای نافرمانی و مبارزه بدون خشونت عنوان میکنم که پدر پدر سوخته این وحوش رو آخوندی رو در بیاری تک و پارشون بکنید هر جای دنیا که دیدیشون بزنید اینا رو لط پار بکنید از خودتون پدافند بکنید این خشم رو کانالیزه بکنین خشم شما خشم از ور ورجاوند برای باز پسگیری این سرزمین اهورایی از دست اهریمن و زحاکیان بیگمان با یک همازوری با یک همبستگی دست در دست هم زحاک رو دگربار در کوه دماوند در بند خواهیم کشید این، گرامیان فریب این سیستم های سایبری و امنیتی رو نخورین که راه افتادن آی خشونت نکنین مردم چی میگن خارجی ها چی میگن سیاست مداراشون چی میگن این حرف ها کدومه بیاید ببینید همین مردم سر تعظیم در برابر شجاعت و نبرد در این رزمگاه هزار ساله در ایران شهر که دل جهان است سر تعظیم به فرود آوردن چی دارین شما نشستید برای مردم میگید یا به میگید سلبریتی هاشون رو نگاه کنید خاننده هاشون رو نگاه کنید حتی سیاست مدارانشون دیگه مجبورن چشم کورشون رو باز کنن گوش کرشون رو باز کنن و فریاد آزادخواهی مردم رو بشنون خشمتون رو کانالیزه بکنید فریاد جاوید در آسمان ایران شهر میبایست تنین انداز بشه به مانند رعد و برقی بر فرق اهریمن فرو بیاد فریاد زن زندگی آزادی میبایست جهان ارزش و قدر مهربانوان ایزدبانوان ایرانی رو بدونن ژینا ایزدبانوی زمان ماست که جهان رو تکون داد این قدرت فرهنگ شماست این قدرت تاریخ شماست شاهنامه رو نگاه میکنید سراسر حماسه است سراسر پهلوانی و قهرمانیه سراسر شمشیر زدنه امروز زمان نبرد است زمان شمشیر است شمشیرهای ساسانی رو بیرون بکشید من همیشه خودم گفتم یک دستم قلم بزرگ مهره دست دیگرم شمشیر ساسانیه بر فرق دیوان و ددان میزنم هر جا برسم هم با شمشیرم هم با قلمم ولی این مردمی که زج کشیدن کف خیابون ها هستن چه در درون ایران چه در خارج از ایران اونایی که آواره شدن تبعید شدن به هر دلیلی از مملکتشون دور هستن اینها خشم دارن و خشمشون ورجاونده جهان غرب چی میگه؟ گور پدر جهان غرب و شرق شمال و جنوب امروز ایران امروز ایرانی امروز بازپسگیری کشور اونا چی میخوان فکر کنن میخوام 700 سال سیا فکر نکنن 43 سال مردم ایران دارن میکشن اینا ککشون نگزیده حالا میخوان چی فکر کنن که مردم ایران اعتماد به نفسشون رو به دست آوردن خشکین هستن دارن میجنگن مگه در جنگ مگه در میدان جنگ مگه زمانی که دشمن به روی تو داره گلوله میندازه می... می... می شما باید واسه نگاش کنی باید بزنی تیکو پارش بکنی جهان چی میخواد بگه گور پدر جهان هر چی که میخواد بگه اما همین جهان داره تحصیل میکنه شو مردم ایران و حرفا چی میزنی بنابراین ببینید سیستم های سایبری چجوری عمل میکنن میان کامنت میذارن فلان میکنن که شما رو دل سرد بکنن چه میدونم منحرفتون بکنن و خیلی از مسئله یعنی خشم شما رو منحرف بکنن دقت کردید فری به این بازی ها رو نخورید حالا امروز این قهر ملی جامعه عمل به خودش پوشونده قهر ملی با ایران ستیزان قهر ملی با اسلام قهر ملی با آخوند و هر چی مظهر سمبل اسلامی است قهر ملی با تمامیت جمهوری اشغالگر اسلامی قهر ملی با تمام ایران ستیزان فدرالیست ها تجزیه طلبها مگه نیومدن این رو اول خیزش قومیتی بکنن این تلویزیونای پدر سوخته دیدید دایی ژینا پدر ژینا با اون پیام هایی که دادن چگونه بر دهان اینها زدند خود جمهوری اشغالگر اسلامی عامل تجزیه و بدبختی ایران هست خود سپاه نکبت پاسداران اسلامی بازوی تجزیه هست مگه نمیبینید کاسپیان رو دادن رفت خلیج فارس از اونور دادن رفت مگه نمیبینید خود پانتورکا رو اینطوری دارن بهشون میدان میدن پان عربا رو بهشون میدان میدن پان رو میدان میدن ولی شما وقتی یک خیزش میاد وسط میبینید که اصلا مردم با هم یکی هستن مردم خیشاوندن مردم دست در دست هم همه گذاشتن میگن مرگ بر جمهوری اسلامی همه نام محسا امینی یا همون جینا دخت آریایی رو فریاد میزنن در سراسر خطه اهورایی ما این مردمان آریایی به یک همازوری رسیدن و بر دهان همه این پدر ها زدن این همون قهر ملی با این کسافت‌ها ها هستش مردم پشت کردن به رسانه ها دیگه توجهی به رسانه ها نهانه میکنن. حرف خودشون رو دارن میزنن مردم دادخواهی خودشون رو دارن میکنن از مادران آبان بگیر تا اه 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 مادر ستار بهشتی تا مادر پویا بختیاری تا تمام این جاوید نامانی که در راه آزادی میهن خون دادن و با خونشون جاوید شاه رو رضا شاه رو رو, شاه رو در این سرزمین اهورایی برای همیشه دوباره کردن. مردم به همه اینا پشت کردن قهر کردن و امروز با خشمی و جاون اومدن که کشورشون رو پس بگیرن از دیوان و ددان از دروغان از دروجان از این خرفستران بنابراین نشنید این ور اون ور وارد بازی های دردام این سیستم های امنیتی نیفتید آروق روشن فکری نزنید جست های دوزاری نگیرید آی این خشونت آی اون فلانه منی که خودم ده سال رو این تئوری کار کردم امروز وقت این حرفا نیست دارم اعلام میکنم من ده سال روی نافرمانی های مدنی مبارزه بدن خشونت کار کردم اما امروز وقت این حرفا نیست امروز باید بریزید اینا رو تکه و پاره بکنید خشم ورجاون شمشیر ساسانی بکشید بر فرق اینها بزنید این یاوه ها چه میشستین میگین هم میهنانم فریب به این سیستم های امنیتی نخورید خشمتون ورجاونده کارتون درسته ها، سازماندهی های محلی رو بیاید رو همین خروجی های جنبه سازماندهی محلی یا روی گوگل بزنید میتونید ویدیوشو پیدا کنید اون ارگانیزیشن یا اون سازماندهی رو بین خودتون به دست بیارید برای تسخیر اماکن برای نگهداری اماکن عمومی مساجد ها نمیدونم آب غذا خوراک البته دیدم این چند روزه خیلی ها دارن این صحبتها رو میکنن بسیار خوب هستش اینها همه اون در واقع شرایط رو فراهم میکنه که این رستاخیز بزرگ ایرانیان به سمر بشینه به پیروزی برسه به هیچ عنوان نگران آینده سیاسی نباشید در درون ایران میهن پرستانی هستند که قدرت امور رو در دست بگیرن این خیزش مدتی دیگه ادامه پیدا کنه ارتش خواهد آمد مجبور خواهد بود مجبور خواهد بود فرماندهان سپاه ارتش رو بذارید کنار بین همون فرمانده های ارتش هنوز هستن ارتشیان قدیمی خوب دقت کنید میان وسط ارتش میاد وسط و از مردم حمایت میکنه و تمام این نکپتان لشکریان زحاک رو بسته روانه زندان ها خواهد کرد اونایشون که فرار کنن در خارج از ایران یقشون رو مردم ایران میگیرن شما شاهد بودید که چگونه در لندن در پاریس در آلمان چگونه این سفارتی ها رو دارن تکچه و پاره میکنن بزنید اینها رو وحشت تو دلشون بندازید که جرعت نکنن از خونه هاشون بیان بیرون تو خیابون میخوای بری اندازه آرنج یه تیکه لوله پلیتلن به بزار تو آرنج مثل باتون کوتاه محکم تو دست جا بشه هر کی اومد جلو بزن به تعرض بکنه از این وحوش آخوندی چنان بر فرقش بزن مثل هلیج بره تو زمین خوشونت نکن چیه برابر تو دیوان و ددان لشکر سیاهی هست پهلوانانه همچنان کتاب امروز در این رزمگاه هزارهای تاریخ اهورایی سرزمینمون جنگیدید برای بازپسگیری میهن به جنگید پیروز خواهید بود ما از این ور انکاس شما هستیم ما هم از این ور تمام این حکومتی ها رو پدرشون رو در قایم آورد سفارت رو تسخیر خواهیم کرد و به راستی و درستی چنان حقی بر کف دست اینا بذاریم داغدارشون بکنیم که نزنهای آینده صداش بپیشه و فراموش نکنن ما در یک نبردی نابرابر در برابر جهانیان دیوان و ددان ایستادیم و کشورمون رو داریم پس میگیریم خشونت نکن یعنی چی؟ وقتی به شما تعرض میکنن وقتی به شما خشونت میکنن مردم عامل خشونت نیستن مردم تولید خشونت نکردن این لشکر زهاکیان است که تولید خشونت میکنه این لشکر زهاکیان است که به مردم حمله میکنه مردم از خودشون دفاع میکنن دفاع مشروع دفاع ورجاون از خودشون از خانوادهشون از سرزمینشون وارد فریب دام سیستم های امنیتی نیفتید فریاد های ایران گرایانه پرچم شیر خورشید نشان جاوید شاه رضا شاه روحت شاد زن زندگی آزادی محسا امینی جینا دخت آریایی ای شاه ایران برگرد به ایران بگو برگرد شاه مرگ بر جمهوری اسلامی بیایید بیرون جمهوری اسلامی فرو پاشیده ریخته نیستن دارن فرار میکنن شبانه روزی در خیابون ها باشید تسخیر کنید و نگهدارش نگهدارندش باشید خودتون رو سازماندهی کنید برای تسخیر صدا سیما برای تسخیر مجلس برای تسخیر وزارت کشور از این هم میبینید که گروه های انونیموس هم اینها رو دارن هک میکنن، اطلاعاتشون دارن میدن بیرون. ما امروز یاران بسیار خوبی پیدا کردیم در سطح جهان. دارن کمک میکنن به مردم ایران. از این فرصت تاریخی و طلایی بهره ببرید. نگذارید که این رزم شما رو به بیراهه بکشونن. امروز که دارم این وایس رو میدم 26 سپتامبر 2022 هست برابر با دوشنبه چهارم یا پنجم مهر ماه 2581 هستش و امید دارم امید دارم که به زودی جشن مهرگان هست جشن میتراکانا بزرگترین جشن ایرانیان بسیار های زهمیت هست در این زمان بود که فریدون بر زحاک پیروز شد و زحاک رو در کوه دماوند در بند کشید شونزده مهرما ما در زمان اصلا ماه مهر ماه مهرگان است ماه پیروزی ایرانیان است ماه پیروزی فریدون بر زحاک است بیگمان ما پیروز میدان خواهیم بود شما پیروز میدان خواهید بود که چون از تاریخ هزارهای کشورمون که چون از تاریخ یک قدم عقب نکشید از هاتون از رویاهاتون از آرزوهاتون و دست در دست هم با یک همازوری کشورمون رو پس خواهیم گرفت ایدون باد ایدون ترج باد همازور بیم همازور هماشوب بیم همازور ویش کرفه بیم هم کرفه کرفکاران بیم دیرج و وناکاران بیم هم کرفه بست کشتیان و نیکان هفت کشور زمین بیم مراقب خودتون باشید مسائل ایمنیو رو رایت بکنید قلب و روح ما در ایران است در خارج از ایران تردید نکنید که پدر و پدر سخته اینا رو در خواهیم آورد پجوا که صدای شما خواهیم بود و با یک همازوری کشورمون رو پس میگیریم و دوباره آباد و سرف رازش میکنیم پاینده ایران و تا ابد جاوید شاه